قبول کرد. پدر عزیز، مادر عزیز که الان نشستی میگی بچه من بزرگ شده، خودش خواست میخونه، نخواست نمیخونه. نه نمیخونه، ولی 25 سالگی 30 سالگی حوار میشه سرت که تو برای من کاری نکردی که من برسم. وظیفت رو انجام بده. گزارش کار شبانه فقط کار دانش آموز نیست. گزارش کار شبانه مادر میاد وای میسه عزیزم بنویس گزارش کار تو، بنویس بینی و بین الله، خدا وکیلی. کیا پدر و مادرشون پیگیر نیستن؟ کیا پدر و مادرشون پیگیر نیستن؟ یعنی بعضی وقتا یه گیری میدن و میرن. خاصیت پدر و مادری که پیگیر نیستن میدونی چیه دیگه؟ هیچ کاری نمیکنه، هیچ پیگیری نمیکنه. چند وقتی میگه تو که هیچی نمیشه، یه دعوا میکنه، حال تو به هم میریزه، بعد آزمون میزنه میترکونه. کیا خدای پیگیر نیستن؟ ببین چقدر اصلا کلا چند نفر تو کلاسن که 100 نفر 200 نفر زدن من، خدای چند نفر اصلا تو این کلاس هستن مگه؟ که الان چقدر دو برابر سه برابر همه نوشتن نه، همه نوشتن نه. عزیز دلم، اگر این آدم مادر پیگیر نداشت، اگر خانم نسیم کریم نژاد مادر پیگیر نداشت، اگر خانم مهسا موافی که الان دندون پزشکی میخونه مادر پیگیر نداشت، اگر ایشون آقای علی چیگل پدر و مادر پیگیر نداشت، بردیا رحمتی کامل رتبه 110 کنکور اومد پیش من، یه قبل کنکور خوشی زد زیر دلش، قبل ای دو ماه مشاورش کنسل کرد، با 1300 تا کاهش تراز اومد پیش من، دوباره آوردمش رتبه 110 کنکور پزشکی دانشگاه تهران نشسته. بچه‌ها همه اینایی که میبینید زحمت چندین و چند سال است. من یه دانش آموز دارم اینجا، تو رو خدا اینو ببینید، کیهان مصطفوی رو برید ببینید فیلمشو، کیهان مصطفوی رو برید ببینید فیلمشو، واقعا عجیب غریبه. بچه ها، کیهان مصطفوی از اون بچه هایی بود که اگر یک مادر مقتدر بالا سرش نبود الان پزشکی دانشگاه ایران ننشسته بود. آقا خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره این کارهایی که خانواده انجام میدن، خیلی تأثیر داره. هی ما میگیم پدر و مادر پیگیر باشین، انگار نه انگار. کدوم پیجی تو اینستاگرام دیدی یک دهم من فیلم قبولی گذاشته باشه، یک سوم من فیلم قبولی گذاشته باشه؟ فیلم قبولی ها، عکس که الان من خودم یه عکس میگیرم رتبه 12 کنکور میذارم، کاری نداره. عزیز دلم، پیج من هست دکتر بشیم دات آی آر، دکتر بشیم دات آی آر. پیج من رو بنویس دکتر دی آر بشیم دات آی آر. برو داخلش ببین چه خبره، چقدر آدم قبولی گذاشتیم. تا کی میخوای شل بازی در بیاری؟ چی نیاز داری برات بذارم؟ سبک برنامه های کلاسینو رو میخوای؟ سبک برنامه کلاسینو رو توی کلاسینو کامل برات گذاشتم، توی هایلایت ها نگاه کن، سبک برنامه کلاسینو نگاه کن با چه دقتی طراحی میشه، کاملا با دقت، طراحی کامل روزانه ساعت به ساعت، همه چیتون براتون مهیاس. برنامه‌ریزی شخصی، برنامه‌ریزی شخصی فرقش اینه که با دست می‌نویسم، برنامه شخصی گزارش کار رو اینا رو با دست خودم، وگرنه تفاوتی نداره که شما فکر کنید عجیب غریبه، واقعا تفاوتی نداره که شما فکر کنید وای عجب چیزی شو اتفاقی نیفتاده. رضایت از مشاوره ها رو برید ببینید توی هایلایت. من حرفی که دارم اینه، اول و آخر کاری که باید بکنی باید رشد کنی. رشدم سه زله داره: گروه آموزشی که میشه مشاور، معلم، مدرس، کوفدر، گروه پدر و مادر کنار تن و خانواده و خودت. و خودت معنی نداره. نسیم کریم نژاد میگه من یادم نمیاد از آبان ماه که شما به من گفتی باید ساعت 6 بیدار باشی، میگه من یادم نمیاد مادرم منو صدا کرده باشه. قبل اینکه مادرم بیاد تو اتاق بلند شده بودم، کتابمو آماده کرده بودم، دستوراتمو شسته بودم، داشتم میخوندم. پس خودت هم مسئولیتت رو بپذیر. اگر تو مسئولیت پذیر نیستی، پدر و مادر کمک من کن، منم تو جبهه تو هم، منم کنار تو هم. چرا انقدر پدر و مادر رو کم؟ ما الان چند نفر نسیم جان؟ 50 نفر شما الان منتور دارین. من از همه بچه آمار گرفتم در هفته گذشته، از 50 نفر خانم کریم نژاد کسی که همه روزها رو منظم گزارش کار فرستاده 7 نفر بوده. 7 نفر، همون 7 نفر هم همونایی هستند که افزایش تراز دارن تو کلاسینو. از خانم دکتر میرزاده پرسیدم، از 50 نفرشون فکر میکنم شاید 12 نفر 11 نفر گزارش کار هر روز کامل دارن میدن. کیا بودن؟ همونایی که اسمشون تو همین افزایش ترازا 1000 تا 1000 تا است. خانم دکتر موسوی، آقای مهندس ابراهیم، از هر کی میپرسم میگه اینو اینو اینو. میگه خب اینا که همونایی بودن که افزایش تراز، میگه آقا بقیه نمیدن، من دارم خودمو خفه میکنم. پشتیبان هر روز میگه آقا چهارشنبه اول صبح تایماتو بفرست، من برنامه‌تو شخصی سازی بکنم. دانش آموز شنبه عصر به من میگه آقا من برنامه‌ام چه جوری میشه؟ میگم تایمتو فرستادی؟ میگه نه یادم رفت. میگم
چهارشنبه، شنبه، تو چهار روز فاصله، سه روز فاصله چطور یادت رفت؟ چطور امکان داره تو مهمترین مسئله زندگیت رو یادت بره؟ چطور امکان داره؟ دغدغه های اصلی بچه ها هم توی پیشرفت نکردن همین هست. بچه ها خدا گواهه فکر نکنید بچه های دیگه که قبول میشن کار عجیبی میکنن، به خدا کار عجیبی نمیکنن، سرشونو میندازن پایین درس میخونن. امین محمد رو